اومدیم با مویتای خونین افغانستان از هاشم جاغوری در مقابل حریف تایلندی، یکی از غول‌های دنیای مویتای هاشم جاغوری. ما فایتایی که ازش دیدیم به شدت اکستریم، یعنی اینجوری نیست که بگیم مثلا مثبت 10 یا صفر، صفر اصلا نیست، یا منفی 10 یا مثبت 10. چی گفتم؟ آره، منظورش که خیلی بروتال و خشن و خونینه بچه‌ها. آفرین. مسائل فیزیک، من چون فیزیک می‌خونم، آره. مسائل فیزیکی رو به کار بردم که الان علاوه بر فیزیکی مغزمون گوزید. آره، آنتن نمیده. هاشم جاغوری بچه‌ها تنها کسیه که ما توی مویتای افغانستان می‌شناسیم که یه نماینده خفن اونور آب تو سازمانای خفنی فایت کرده و همچنین فایترایی که باشون فایت می‌کنه همه با تجربه هم. مثلا طرف نگو مثل این الان هاشم جاغوری نشون داد که فایتاشو نشون داد، یعنی نزدیک 60 تا چقدر فایت داره، 60 تا فایت داره ولی به قیافش نمیخوره. قبلیه که موهاش آبی بود اون که دیوونه بود، اون رو هر چی میزد انگار نه اصلا تکون دو تا فایت هم باش کرده، مثلا پانچ که بهش میزد اینجوری لپش نمیبری نمیشه، همینجوری وایساده بود. آره، هاشم دو تا با اون فایت کرد، دو تاش هم باخت. میشه بگم ناکات شد چه تقو امتیاز. حتما آخر ویدیو یه پلی لیست میذاریم از مویتای، ببین خیلی جذابه اینجوری بهتون بگم. دقیقاً این رفیقمون اسمش نوشته پچستوتو، شبیه نارگی فروش های بچه های تایلند بیشتر تا مبارز. آره، ولی خب بریم ببینیم. تایلند هم جای خوبیه. آره، قبول داری؟ آره، از دیده از چند دیدگاهی بخواه نگاه کنی. اگه برای مثلا سفر سیادی زیارتی بری 100%. آره، زیارتی هاشه مای برو استایلو اصلا داشته باشه چه اینو آدارن توی دونه این فیلم تایلندی ها اصلا میزنن هم دیگر. هاشم به نظرم پتانسیلش داره و یکی از فیورت مورد علاقه خلیفه یانگی وارد میشه، یعنی تابلو گوند یک. هاتف چه رفت؟ چرا اسم هاتف رو بردم؟ هاشم گفتم هاشم چه چیز؟ راند استارت میخواه. تایلند چقدر جای خوبیه؟ خب چه اتفاق میفته؟ روش شد اصلا اینگاه گیمه، اینگاه ببین سرعت اتک زدن رو من فقط میخوام بهتون توجیه کنم که آقا چی چیه این؟ یه لو دفع میشه، یه دونه فرانت. این تمام این فرانت کیکایی که میزنن یا لوکیکایی که میزنن فعلا جهت حواس پرت کردنه که هیچ کس اینجا حواسش پرت نمیشه، چون اگه حواسش پرت شه بلا فاصله یه لفت رایت مثل این میخوره توی صورتش، اینجوریه اصلا. یه لوکیک، یه دونه کیک دیگه، یه کیک دیگه دفع شد، کیکه اصلا داغونش کرد، اون که دفعش کرد ولی دمیج بهش وارد شد، پرتش کرد اونور. یه دونه فرانت کیک، یه اوورهند تیز، یک امتیاز، چند تا کیک و یه دونه اوورهند، یه دونه دیگه. چه خوشگل، با لفت میزنه با پای رایت. واه، انگار نوبتی دارم من دیگه پانچ میزنم و چقدر خوشگل نظم میزنه، خیلی رو نظمه. یا های کیک جفتش اینجا خالی داره. این دوباره چرا همش یک کات میزنه؟ مات فرانتو بزنه رفت. یک کیک اینجوری اینجوری زده پت کلگی. او یه دف یه لو کیک، کیک تو شکم زد، خیلی هم بد بود. یه اوورهند، یه فایت خیلی باحالی داره میبینیم. اینا محکم ترین بدنا رو دارن، اصلا این بدن نیست، پاراجوره. یه دف خوشگل، دو تا جپ و یه جپ و یه اوورهند، چه خوشگل خورد تو صورت این رفیقمون از تایلند. یه دونه کیک دف شد. آپر درست نچسبید. یه دونه های کیک بلا فاصله، سبک اونتا اینه که بلا فاصله بعد از یک کمبو مثل این داور میاد کات میکنه میگه از اول شروع. در حالی که خشنه قوانه. چه خوشگل گول زد حاجی، چه گول زد اوورهند خوابون. یه دونه لفت دیگه. هاشم نظرم ضربات بهتری وارد کرده، اومد یه حرکت چرخشی بزنه. نمیدونم میخواست چی بزنه، بک فیس فکر کنم میخواست بزنه. خب ببینیم، یه دونه کیک میاد، دفعه یک کیک میاد، کات. ای داور، چقدر اینجا داور مسئولیتش سنگین تره. آره دیگه اصلا. داوره چی بود؟ یا کیک، یه هد کیک زیبا از حریف. یه اوورهند محکم پرتاب میکنه. بعد نمیدونم چرا طرفدارش هم کمتر ام ام ایه، چون میگم بر اونقدر چیز تبلیغاتی نداشته، میدونی بیشتر قدمتیه. آره، چه خوشگل رفت بالا، یه دونه پانچ خفن زد. به نظر من اینجا یکم راحت تره پانچ زدن برای هاشم، راند یک تمام میشه چون قدش داره بلندتره، به نظرم میتونه
آره تقریبا یه بهتری بزنه هاشم یه کوچولو بنظرم بیشتر درخشید. حالا همیشه تو این بازی‌ها بازی‌ای که ما میگیم هاشم بهتر درخشید، حالا اون کسایی که به نظر ما بهتر درخشیدن برعکس در میاد. نمی‌دونم داستان چیه. حالا دیگه تو کامنت خب... به خاطر اینکه زبونت نحس است. میریم راند دو رو داشته باشیم. به به با افتخار راند دو. Let's go. استارت می‌خوره. ببینیم. یه ناک داون هم نداشتیم آقا. بیافتن زمینی که اونقدر ضربه کاری نبوده میدونی؟ بچه هم خیلی شد اوه نزد یه ذره زیر پشکالی زمین. ببین به نظر من بیشتر حالت حریف تمرینی دارن این دوتا برام تو این رانده. آره خیلی شله نسبت به فایت های دیگه که هاشم داشته، این خیلی شل تره. نمیدونم داستان چیه، ممکنه یو جو بگیره میدونی داستانو. بیشتر یه فایت کیک بوکس توری داریم بچه ها، یعنی مثلا اون الوای خشنه واه محیط هایی توش نداریم. یه فرانت او دوتا لفت پشت سر هم خوبون تو کله رفیق هم مدل موهاش به هم خوب. بعد یه موضوعی هم دیگه که در مورد هاشم هست اینه که هیچ چیزی ازش نمیدونیم. آره باید بررسی بکنم، باید بیا یه انترویوی یه چیزی حتما بیاد بگه، از خودش یه صحبتی بکنه. هیچ چیزی ما به جز این که فهمیدیم از افغانستان ازش نمیدونیم و اسم خودم به نظرت چرا اینجوریه؟ تو یوتیوب بد باشه خب به خاطر اینه که توی مارکت و چیزی داره کار میکنه که زیاد شناخته شده. قهرمانی کس کرده بالاخره ارزش شده. چرا تو اخبار نداش صحبت شده اونجوری هم نیست. آره خب اونجوری که پرپشنال صحبت بکنه. نه یه هایکی چند تا پانچ خفنم اوایل کار داشتیم از هاشم خیلی خفن زد. راوند اپ 3 دقیقه داره تمام میشه. او کیکو دفع کرد، هولش داد، یکی یک دفع شد. واو هاشم رفت گرفت. یه ناک داون خوشگل ناک داون کرد. تک داون بودیم بیشتون سه سریف تر بلند شد. یکی یک هاشم از همه چه جوری شده اینجوری شده. یه الگو زد خب بالاخره ضربه اینا دیگه زیاد میخورن دیگه. اوه یه کیک خیلی خفن چه کارد گرفت حریف اینجا توی راند دو واقعا بد عمل کرد. اوه چه جا خالی داد داری اینجا. اوه کیک هاشم چه جا خالی داد. یه بار دیگه حق ببینیم از استحکاک رینگ استفاده کرد، خودش برد عقب و دوباره برد جلو. مثل فنر نگاه اینجا این یه دونه زد این جا خالی داد، بعد این جواب خواست بده این جا خالی داد، یه بعدم جا خالی داد سریع اوورهند زد حمله اومد جلو. 47 ثانیه مونده به پایان بازی، الان شد 45، الان شد 44. خب دوباره باید کات بکنه. یه اوورهند زیبا، امیدوارم که او یکی یک. تایلند واقعا جای توپیه از لحاظ کشوری، از لحاظ تمدن تاریخی، حتی تاریخی، ولی نمیدونم چرا بهشون نمیخوره با انقدر صفر باشن. آره مثلا این طرف هم گفتم پیشتر به شبیه نارگیل فروش. ببین علاوه چیزی موقعیت جغرافیایی به فیلیپین و اینا هم نزدیکه، نمیدونم حالا مالزی رو چیز نکردم ولی فکر نکنم رابطه داشته باشه. ولی علاوه فرنگی خیلی شبیه این بچه هم خیلی هم مثلا اعتقادی هم. اوه یوور مثلا میرم به بوت غذا میدم تو هند هم اینو داره میدم، بعد میمون ها میان اون غذا رو میخورم فکر میکنم اون بوته غذا رو خورده چون میده پر میمونه. آقا راند دو هم تموم شد. این راند دو خیلی جذاب تر بود به نظرم تا راند یک و مستقیم این سراغ راند سه. ببینیم راند سه چه اتفاقی آره. میفته. هاشم هم خوشحاله. ای چرا راند سه اینقدر سری رفت؟ تو زهی جلو؟ دیگه ای نت. خب راند سه ستارت میخوره. اوه او اینجا یه کیک خورد، چند اورهند زد ولی کیک خیلی بد بود. یه لحظه زمینگیری کرد هاشم، شارپ اشتباه کرد. اوه کیک خورد پشت کله. اوکی اوکی اونقدر کاری نه پشت کله اگه میخورد که خطا بود ولی خورد اینجای بغلش. آره ولی اونقدر کاری نبود. یکی ایک اوه برن حریف اصلا چی خورد؟ حریف چی خورد؟ چیکار که اونقدر قوی شدی؟ اوه وای اینجا کنترل حریف خارج شده اومده اتک بزنه ولی الان دو ست و پانچ خورد. حواس هاشم باشه که خطا زیاد نده. حریف که اصلا تجربهش انقدر بالای تعداد مسابقات که من نمیتونم توضیح بدم. اوه کیکای پای سر هم میزنه، میزنن همینجوری قاطی هم اشت سر هم. حریف ببین فقط داره ضربه میزنه، فکر کنم کوچش کمره فقط برو جلو. آره پشت کمره هاشم میبینه کیکی که خورده چه کبوت شده، چه قرمز شده. خیلی بعد اصلا یه لحظه قاطی کرد شلاقیه. آخ ضربه خود تو بیزه داور.
داور اصلا براش اهمیتی نداره، فاقد اهمیت. میگه برو جلو تا برو جلو، یه دونه البو اینجوری رفت، یکی که دیگه خیلی باحاله. آجی راند استر داره دست میگیره حریف تایلندیه، باید یه کاری بکنه، استراتژی کامل عوض کنه. یه ذره مست اونجا جواب میکنم، مست یه جورایی قافل گیر کرده هاشما تا اینجای کار. او یه حرکت خفن زد، این دردی که فکر کنم پینی که الان داره باعث شده که نتونه پرفورمنس خوبی داشته باشه تو راند استر. یه دو تا ضربه خورد راند اول راند استر خیلی بد، حریف یه جورایی او بیشتر حریف شیک میزنه تا پانچ. آره آره ببینید، چون از روی همی که قدش همی مقدار کوچیک‌تره تو قسمت پایینه اگه دقت کنی بیشتر داره مانو میده نقطه ضعف چیزو داره میبینه دیگه. ببین هاشم گارد بالاش خیلی حفظه، برای همین از فرصت استفاده میکنه، پانچ میزنه به پایین. بیشتر کیکا آسیب پذیره تا پانچا بچه‌ها. این کیکا زرا انقدر درد دارن اینا احساس میکنن پایین که فقط خودشون میفهمه نمیدونه. اوه هاشم مثلا معلومه انرژی راند یک و دو رفت، یکی دیگه جا خالی خوشگه. اوه 50 ثانیه دیگه تموم شد. اوه دوباره اتفاقی اگه نیفته، من حس میکنه اگه اتفاقی نیفته حریف برنده شه. اینجوری که داره خوش میاد داستان چیه، ولی خب حریف خیلی امتیاز گرفته. آره پرفورمنس راند 3 هاشم بعد تو این 40 ثانیه یه حرکتایی بزنه یهو بره خوشگل که زرد حالا یکیش زرد، ولی خوب حریفم نمیذاره، حریفم داره میزنه همزمان. ببین چه جاخالی زیبایی، این جاخالیایی هم که میذارم فکر کنم امتیاز کسب میکنه. ببین هاشم آره دیگه، هاشم میدونه پانچ پانچ میزنه اون یک کیک میاره بالا. خب یه دونه جاب، یه دونه دفشه پشت سر هم میزنه. حریف این یه خوبی که داره مثلا یه کیک میزنه دومین هم میاره بالا، سه تا کیک یه مثلا پشت سر هم میزنه یه گوشه مینسه. یک بار شانسش امتحان نمیکنه حالت کمبویی، یک برو دوگونی تموم شد، 10 ثانیه دیگه یک دو تمام شد. داور پایان بازی رو اعلام کرد، هر دو تا حریف هنوز فکر میکنم برنده، نه بیشتر این برنده است به احتمال زیاد. آره دیگه این داره اینجوری میکنه، ولی من اون پی تی تی رو خیلی حال میکنم باش. حالا جدا از اون که مثلا چی حریفو میزد مثلا چی هم میخورد چیش نمیشد، خیلی جوانمرد بود لعنتی، خیلی استایل جامردنه باری داشت، عجیبی بود. مو و آویه رو میام اگه بچه آخر ویدیو باشه حتما آخر ویدیو برید مسابقه شو ببینید. بریم ببینیم چی شد، اون فایت اون کجا این کجا. آره اون فایت خیلی جذاب، این اینجاست اون اونجاست، خیلی فرق میکرد. بریم ببینیم نظر متحد داورا داستان چی شده. چی نبایدن خورده بگیریم به هاشم اونقدر، به خاطر اینکه تجربه ای که این طرف تعداد بازی داره تعداد فایت داره. اتفاقا میتونیم یه نکته مثبت ازش بیان کنیم، اینه که با کسایی فایت میکنه که علاوه تجربه خیلی از خودش بالاتر، خیلی اصلا توی سازمانی که من رفتم تایلند مویرگی این برنده شده رو حساب میکنه. آره دستا میگیرم بالا مشخصه این راند 3 براش خیلی سر میساز. آره. بود قبول داری راند 3 خیلی پیچیده تر فایت کرد، یه زنه دمجنه وارد کرد به چیز که باعث شد پرفورمنس خوبی نداشته باشه هاشم جاغوری تو راند 3، و این باعث شد که امتیازش بره بالا و برنده بشه. پیشنهاد میکنم حتما بچه اول از همه برای حمایت ما دکمه زنگوله رو بزنید، چون الان آپدیت های یوتیوب باعث یه جوریه که ویدیو رو براتون پیشنهاد نمیده، یعنی ویدیو اگه ما فردا براتون ویدیو بذاریم ممکنه شما نبینید. چرا؟ چون زنگوله رو نزدید. یعنی اگه زنگوله رو بزنید هر ثانیه که ما ویدیو بذاریم یه نوتیفیکیشن براتون میاد که از چنل یانگی یه ویدیو بمب براتون آماده شده، حتما کلیک کنید ببینید. بچه‌ها خیلی درخواست کردن که ویدیو متنوع ما بسازیم، سبکای جدید بیاریم، ما هم ساختیم، ولی خب زیاد بچه‌ها استقبال نکردن و ما داریم انرژی میذاریم. خیلی ممنون میشیم این ویدیوهایی که جدید داریم با استار جدید میسازیم و حمایت کنیم. نمونهش اینجا میذارم براتون که دو تا زن در مقابل یک مرد گولاخ با هم دیگه توی کیج فایت کردن. برید اون ویدیو رو ببینید، حمایت کنید که بکشه بالا. ویدیو بعدی بدرود.